بندگی چرا بندگر شد کسی زندگی چرا هموطن بحر آسایش وطن اینقدر عجز و درماندگی چرا جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن سر نماند به تن در ره وطن تا که شرمنده باشیم و سر به تن یاری خادمین وطن کنی تا که کوته شود دست اهرمن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن که در خاک غربت شدی مهن آرزویت بود دیدن وطن بگذرد دوره رنج و درد و غم میروی سوی آن کشور کهن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن سر نماند به تن در ره وطن تا که شرمنده باشیم و سر به تن یاری دست اهرمن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن جان فدا کن خون به پا کن کشور از چنگ ملا رها کن فارس زیبا بحر خزر دگر سو
فرارم از ایران و مبارزه با بیماری سرطان به این نتیجه رسیدم که در این دنیا مسئولیتی دارم. با همکاری تنی چند از دوستان ایرانی اسرائیلی تلویزیون پارس اسرائیل رو تأسیس کردیم. اولین رسانه 24 ساعته که یکی از تعهداتش اینه که امین و مردمی باشه. این رسانه ملی وابسته به هیچ دولتی، گروهی یا حزبی نیست و کاملا مستقل در راستای حمایت از حقوق جامعه ایرانیان سعی داره صدای بی صدایان باشه و دقیقاً به همین دلیلی که مشارکت شما رو میطلبه. میتوانید حمایت مالیتون رو از طریق پیپل که در این سایت قرار داره واریز کنید. کافیه روی کلمه دونیت فشار دهید و یا با من پریسا تماس حاصل کنید. ضمناً آماده پذیرش آگهی تبلیغاتی شما نیز هستیم. شماره تماس من 20972502013.
مه و پروانه مکدر شدم گلهای وطن. شبکه خبر با پریسا از ساعت 5 بعد از ظهر از اسرائیل پارس دید. کین زر و زور و ریا هر ناکس و پاچلیز مهتر شدم. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت لیکن ز همه جهات بدتر شدم. دیروز به دنبال کرامت بودم امروز چنین شقی و بربر شدم. هر آینه دنبال عدالت رفتم با من تو بگو کجا برابر شدم. هر آینه دنبال عدالت رفتم. درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم رسانه پارس اسرائیل. پریسا هستم، با شما خواهم بود تا مهمترین خبرها و رویدادهای ایران، اسرائیل و جهان رو به سمع و نظر شما عزیزان برسونم. امروز دوشنبه 12 آبان ماه 1399 خورشیدی تازی برابر با 2 نوامبر 2020 میلادی و تت واو به خشوان به تاریخ ابریست. دوستان لازم یادآوری کنم همچنان برنامه های ما رو میتونید از طریق ماهواره های جیبی، روکو، تیوی باکس مشاهده کنید. برنامه های ما از طریق ماهواره های جیلویز هم پخش میشه. همچنین نازنینان هم میتونید از طریق وبسایت ما www.pars-israel.com برنامه ما رو ببینید و دنبال کنید و همچنین از طریق دو اپلیکیشن پارسا تیوی و سرچشمه تیوی هم برنامه های ما قابل پخشه. همچنین میتونید از دیوار فیسبوکی من پریسا دانیل بلاتین یا کامران آویو یا اسرائیل پارس تیوی برنامه ها رو دنبال کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. دوستان نازنینی که همکنون از طریق فیسبوک با ما همراه هستید، تمنا دارم برنامه رو اشتراک گذاری کنید تا دیگر دوستان هم به ما بپیوندند و بتونیم در سطح وسیع تری آگاهی رسانی کنیم. در ابتدا میپردازیم به دمای هوای اسرائیل. دمای هوا در تل‌آویو 20 تا 24 درجه، در اورشلیم 15 تا 21 درجه و در بندر خیفا 18 تا 23 درجه پیش بینی شده. هوا خوشبختانه داره میره رو به خنک شدن، که چقدر از این گرما من بیزار بودم. و همچنین پیش بینی کردن که وزش باران و در بعضی از مناطق اسرائیل هم همراه با باران‌های بسیار شدید خواهد بود. باید دید که چه وضعیت هوایی رو در اسرائیل خواهیم داشت. البته گهگاه اینجا سیلاسا باران میباره که شهروندان اسرائیلی رو دچار مشکل و دردسر میکنه. آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در اسرائیل به 9797 نفر رسیده که روند کاهشی داشته، که 689 نفر در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی بستری هستند و تا امروز 394 نفر در شرایط سخت و بحرانی به سر می‌برند و از این تعداد 172 نفر با کمک دستگاه‌های تنفسی قادر به ادامه حیات هستند و 2569 نفر هم تا امروز از بیماری کووید 19 در اسرائیل درگذشتند. امروز کابینه مبارزه با بحران کرونا در این کشور نشستی تشکیل داد که با اختلاف نظرها و چند قطبی بودن طرز تفکر و نهایت تصمیم گیری بی نتیجه مانده. بله، وزارت بهداشت اسرائیل معتقده که برای بازگشایی مشاغل و فروشگاه ها هنوز زوده، ولی وزارت اقتصاد معتقده که هرچه زودتر باید فروشگاه ها، مغازه ها و دیگر اماکن مشاغل باید بازگشایی بشن و به کار خودشون برگردن، چون از نظر اقتصادی خیلی از این صاحبین مشاغل
اعلام ورشکستگی کردند، خسارت‌های بسیار بسیار کلانی رو متحمل شدن. بنابراین وزیر اقتصاد و وزیر بهداشت کاملا با همدیگه اختلاف نظر دارن، باید دید که بالاخره چه رأی صادر خواهند کرد از این کابینه، ولی همکنون نتیجه در دست نیست. کلاس های پایه ابتدایی و دبستانی در اسرائیل از دیروز فعال شدن که به گفته والدین بچه ها بسیار سخته که یک روز رو ساعتها با ماسک بچه ها بر سر کلاس بنشینند و اونها از این به بعد گفتن که نمیتونن از ماسک استفاده کنند. بچه ها خیلی از اینها ابراز کردن که حالت خفگی بهشون دست داده، نگرانند و از طرفی مادرها نگران بچه ها که زمان طولانی استفاده کردن از ماسک میتونه بسیار بسیار مضر باشه برای سلامتی. در نتیجه انتقال بیماری کووید 19 ریسک بالاتری خواهد داشت و این هم باعث نگرانی وزارت آموزش و پرورش اسرائیل شده. 12,000 نفر از عرب نشینهای اسرائیلی به حربیت در اورشلیم رفتن که به مناسبت زادروز محمد پیامبر مسلمانان شادی کنن، جشن بگیرن و این برنامه مذهبی رو برپا کردند. خیلی از اینها هم ماسک نداشتن، خیلی هاشون از نظر فاصله هاشون رعایت نکرده بودند و پلیس اسرائیل هم هیچ اقدامی برای پراکنده کردن اونها و یا مانع از تجمع اونها نشده، ولی دولت اسرائیل نگرانی خودش رو در شیوع موجی از بیماران کرونایی اعلام کرده که این تجمعات میتونه حاصل بسیار بسیار تلخی رو داشته باشه. خبر بد دیگری داریم برای رژیم یهود ستیز خامنه ای. بله، خامنه ای همین روزاست که سکته کنه و ودا بگه، از شهرش خلاص شیم. گفته که بله، اسرائیل امروز خبر داده که از تصمیم جمهوری دومینیکن مبنی بر بررسی امکان انتقال سفارتخانه خود به اورشلیم استقبال کرده. اسرائیل از اعلام جمهوری دومینیکن مبنی بر اینکه ممکنه انتقال سفارتخانه این کشور حوزه کارائیب از تل‌آویو به اورشلیم رو مد نظر قرار بده استقبال کرده. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه جمهوری دومینیکن در بیانیه اعلام کرده به درخواست جامعه یهودی آن کشور این موضوع رو داره ارزیابی میکنه. در این بیانیه اشاره شده است که سفارت جمهوری دومینیکن در اسرائیل تا سال 1980 میلادی در شهر اورشلیم بوده. گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل ضمن استقبال از این بیانیه جمهوری دومینیکن از روبرتو الوارز همتای خودش در اون کشور بابت در نظر گرفتن این موضوع قدردانی کرده. آقای اشکنازی در پیامی در توییتر نوشت: روز گذشته و در جریان گفتگوی تلفنی از او بابت این تصمیم مهم و برای سالهای طولانی دوستی میان دو کشورمان تشکر کردم. علی، به زودی همه دنیا اسرائیل رو به عنوان یک کشور میپذیره و وحشت از انتخاب مجدد پرزیدنت ترامپ سراسر ارگان نظام آخوندها رو فرا گرفته. یعنی اساساً در هراسن و اشتباه این نظام ضد بشری اینه که نمیدونن این مردم ایران هستند که به زودی تومارشون رو در هم خواهند پیچید، نه آمریکا. مردم ایران هستند که به زودی سرنوشت و آینده بچه هاشون رو رقم خواهند زد و این حکومت نکبتبار جمهوری اسلامی رو از میان خواهند برد. ولی بریم این گزارش رو با هم ببینیم که این ترس و هراس
کاملاً قابل رؤیته که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه. توسل به انتخاب مردم آمریکا ما در اینجا تصمیم بگیریم، پس چه نیازی به انتخاب مردم ایران بود؟ در حال حاضر مردم بزرگ ایران من و شما را در مجلس و دولت برگزیدند تا با علم به همه مشکلات و دشمنی ها برای عبور از تنگناها چاره جویی کنیم و از سختی روزگار عبورشان دهیم. پس نباید از زیر بار این مسئولیت به بهانه های واهی و گرفتن انگشت اتهام به سوی دیگران شانه خالی کرد. اصلا مدل غربی ها از جمله آمریکایی ها درست کردن پلیس خوب و پلیس بد برای اجرای راهبردهای خود است. در بازی انتخاباتی آمریکا که رأی مردم بازیشه و بیشتر نمایش دوگانه ساختگی قدرت است و تاکتیکی بیشتر برای فریب افکار عمومی آمریکا و جهان. آخرین نظرسنجی استیت پول از پیروزی پرزیدنت ترامپ با 322 رأی الکترال خبر داده و همچنین گروه استیت پول در به روزرسانی اول نوامبر پیش بینی کرده پرزیدنت ترامپ با 322 رأی الکترال برنده انتخابات خواهد شد و گزارشی که در اون اوباما رو نشون میده که در تلاش و تکاپو تا برای جو بایدن رأی جمع کنه، یعنی همچین نشسته تلفن رو برداشته تون تون داره زنگ میزنه و به مردم التماس میکنه که به جو بایدن رای بدی. Hi, is this Alyssa? It is. Hey Alyssa, this is Barack Obama. I used to be the president, you remember? Yes. So I am doing phone banking for Joe Biden, and you're one of the people I'm calling. Oh my God. How are you doing? I'm having a panic. All I want to do is to remind you that Election Day is Tuesday, and this is going to be a really close election, and I'd love for you to vote for Joe Biden and Kamala, and if you don't know your polling location, I can give it to you and give you any information that you need. I will be there, and I am so excited to vote for them. I can't wait. Well, that's great. And make sure, are you reaching out to family and friends? بله، تلاش بی حاصل اوباما که با اوناست امروز و فردا مشخص میشه و از سال 1984 تنها منبعی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو هر بار درست پیش بینی کرده و میزان اینه که چقدر برای هالووین ماسک فروختن، یعنی تنها جایی که نظرسنجیش درست از آب در اومده و هیچ وقت اشتباه نبوده اینه که برای هالووین، مراسم هالووین، مردم ماسک ترامپ رو بیشتر خریدن یا ماسک جو بایدن رو. خب حالا ببینین چی گفتن. هر نامزدی که ماسکش تو هالووین بیشتر فروش رفته در نهایت رئیس جمهور آمریکا شده. امسال هم 60% مردم ماسک ترامپ و 40% ماسک جو بایدن رو خریدن و برای هالووین استفاده کردن. بنابراین شک نکنید ترامپ پیروز خواهد شد، یعنی امیدوارم که این چنین بشه. خلاصه این که رهبر فرزانه باید آماده باشه برای نرمش قهرمانانه یا به قولی چرخش قهرمانانه یا چربش قهرمانانه یا هر چیزی که خودشون میدونن و حماقت و جهل و نادانی اساری آموزش و پرورش جمهوری اسلامی است. چرا میگیم که آقا جان این آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اساساً همش زیر سواله؟ بهتره که اصلا بچه‌هاتون رو مدرسه نفرستید. ببینید جانشین سازمان بسیج دانش آموزی چی میگه؟ گفته دانش آموزان روز 13 آبان یعنی فردا ساعت 9 صبح در حیاط منزل خود پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی و فرانسه رو به آتیش کشیده و فیلم آن را برای ما ارسال کند.
خب شما خجالت نمی کشین همچین چیزی رو از بچه های شریف ایران می خواهین؟ متأسف با ایام کرونا ویروس در هفته بسیج دانش آموزی و روز ملی مبارزه با استکبار ستیز داریم که به اختصار تنین دو سه دقیقه تقدیم کنم. دو تا پویش ملی رو اندازی کردیم متناسب با فضای در واقع آموزش های غیر حضوری و مجازی. پویش اول ما همه با هم مرگ بر آمریکا، این پویش به این صورتی که اطلاع رسانیش کردیم، پوستراش رو نمایی شده و ارسال شده به سراسر کشور. دانش آموزا روز 13 آبان ساعت 9 صبح با کمک والدین محترم، تاکید میکنم با کمک والدین محترم و همینطور رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی، تاکید میکنم ایمنی و بهداشتی، در پشت بام منازل یا حیات منازلشون پرچم رژیم قاصب کودک‌کش صهیونیستی و همینطور آمریکا و فرانسه رو زیر پا بذارن و با آتش بکشن و همه با هم مرگ بر آمریکا بگن و کلیپ یک دقیقه برای ما ارسال کنن. آدرس هم عرض میکنم، 3 میلیونی که ندارن گوشی و اینا دیگه فقط. عرض میکنم خدمت شما، پرچم همه پیدا نمیکنن. بله عرض کنم خدمت شما، منظورشونه که نقاشی مثلا عرض کردم با کمک والدین. شما این عنایت داشته باش با کمک والدین که مهمه. نکته بعدی امضای تومار الکترونیکیه در سایتی که اعلام میکنم www.20.ir. یه بار دیگه تکرار کنم www.20.ir. وارد بشن و این امضا، این تومار الکترونیکی رو امضا کنن. یک متنی هست با موضوع استکبار ستیزی، 4 تا فیلد داره، پر کنید و برای ما به این آدرس ارسال کنید. تویش آخر ما بسیار عالی در واقع دست شما درد نکنه. بعدم اون 3 میلیونه که اصلا تلفن بزق و بضاعتشون نمیرسه که تهیه کنن، اونا چی کار کنن؟ اونا برن پرچم آتیش بذارن واسه شما و تروریست های وابسته به رژیم منفور جمهوری اسلامی. یکی از شیخ های عشایر در جنوب عراق رو ترور کردند، دوباره جمهوری اسلامی شروع کرده، این ماشین ترورش داره حسابی فعالیت میکنه. شیخ عبدالناصر الترفی یک فعال معروف در قیام مردم بوده و سال گذشته در یک پیام ویدیویی از قیام در استان میسان حمایت و پشتیبانی کرده. وی همچنین پاسدار قاسم سلیمانی رو تهدید کرده بود که اگر در امور عراق دخالت کند و به سرکوب قیام ها بپردازد او را مورد هدف قرار خواهد داد. شیخ عبدالناصر الترفی شیخ یکی از عشایر برجسته عراق بود که در شهر الاماره مرکز استان میسان و در محله ابورمانه در مرکز شهر به ضرب گلوله شبه نظامیان به قتل رسید. العراق موجود يمرض ولا يموت والان الحمد لله والشكر جهدنا نفسنا. این شیخ قبلا جمهوری اسلامی را همانند داعش نامیده بود و به خاطر موشک پراکنی ها آنها را مورد حملات زیادی قرار داده بود. او به طور آشکار با دخالت جمهوری اسلامی و حضور شبه نظامیان و احزاب مخالفت می کرد. آمریکا میگوید ایران تنها 10 میلیارد دلار پول در اختیار دارد. ابرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران فاش کرد. تحریم ها باعث مسدود شدن بیشتر حساب های خارجی ایران شده و اکنون این کشور تنها 10 میلیارد پول نقد در اختیار دارد. وی افزود مشکلات مالی شدید تهران باعث شده است تا بودجه ستیزجویان خود در منطقه را کاهش دهد. همچنین تهران ناچار شده برای جبران کمبود ارز 1 میلیارد دلار به بازار تزریق کند. در همین راستا مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که تحریم‌های جدید بخش نفت ایران را هدف قرار داده که در چارچوب سیاست فشار حداکثری بر ایران از سوی دولت آمریکا اتخاذ شده است. وی در توییتری عنوان نمود واشنگتن از تحت تعقیب قرار دادن هیچ نهاد یا فردی که به رژیم ایران کمک کند تا تحریم ها را نقض کند دریغ نخواهد کرد. و در ادامه رژیم آدم ربای خامنه ای مهرداد بختیاری را نیز ربودند. یعنی آدم ربایی، قتل، جنایت، هر جا صحبت از
این جنایت هست نام جمهوری اسلامی می درخشد و شنبه 9 آبان مهرداد بختیاری برادر کوچک منوچهر بختیاری زمانی که برای خرید نان از منزل خارج شده بود توسط نیروهای امنیتی رژیم روبوده و به محلی نامعلوم برده شده. با پیگیری‌های خانواده مسئولین امنیتی رسماً روبودن وی رو تایید کردند و هیچ گونه توضیحی برای این عمل ندادند. مادر بزرگشون، مادر بزرگ پویا بختیاری، یعنی مادر منوچهر بختیاری، یک ویدیوی رو منتشر کرده که بسیار بسیار ناراحت کننده است. من مادر بزرگ پویا هستم. پویا می کشتی، منوچهر الان 4 ماه دزدیدک برده. مهدادم هم دیشب رفته نون بگیره، تا صبح نیومدم، مریض بودم، تو اینو تا خوابیدم هی منتظر شدم بچه می آمده. صبح بچه هم اومدن میدونم که مرداد می دزدیدن، میگم مرداد هم نیست، مرداد من دزدیدن. من تا صبح گرگه کردم، چشمم این در بود، چرا من بچه هم می دزدید؟ یکی توش دید، یکی شلان جار من گرفته، یکی دیشب که دزدیدت برده ازش خبر ندارم. آخه چه دشمنی از من دارید جمهوری اسلامی؟ من از شما دشمنی ندارم، من بچه‌م آزاد کنید بیاین. حالا منو چه رو بردید بندر عباس بازداشت کردید، مرداد من اینجا دزدیدید بردید نمیتونم کجاست. من تا صبح ناله کشیدم، گریه کردم، الان دارم دیوانه میشم، من بچه‌م آزاد کنید. پیام حمایت افشین ساجدی، نماینده حقوقی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در اتحادیه اروپا، از کمپین خودجوش صدای بهنام محجوبی که بریم با هم بشنویم این گزارش رو. این روزها فشارها، خفقانها در ایران بیشتر و بیشتر شده. سلام. رفتار ناشایست و غیر قابل توجیه با آقای بهنام محجوبی به خوبی نشاندهنده عمق کینه و دشمنی مقامات نظام جمهوری اسلامی با دراویش گان‌آبادی استش و متاسفانه اثبات کننده این واقعیت تلخ به شمار میره که درویشی در ایران جرم‌انگاری شده. با اینکه وضعیت سایر شهروندان ایرانی از دراویش گان‌آبادی چندان هم بهتر نیست، با این حال من صاحبان وجدان‌های بیدار و آزاده در سراسر جهان را دعوت می‌کنم تا با پیوستن به کمپین حمایت از بهنام محجوبی مراتب اعتراض خودشون رو به رفتارهای تبعیض‌آمیز نظام جمهوری اسلامی با دراویش گان‌آبادی اعلام کرده و به مقامات این نظام این پیام روشن را ارسال کنند که درویشی جرم است. ممنون. ایران آبستن حادثه‌ای عظیم و تاریخی است. تبدیل اسم‌های خیابان‌ها به انقلاب گرسنگان در راه است. فقر و گرسنگی، یخچالم خالیه، غذا نیست، ترس نیست. و ببینید جوان‌های تهران اسامی خیابان‌ها رو به این عنوان تغییر دادند. قحطی بسیار سختی در راهه دوستان، هموطنانم در ایران. اگر امروز با هم نباشیم، یکی یکی کم میشیم، یکی یکی اونو از بین میبرن. این یک هولوکاست ایرانی است، جدی بگیرین. کمبود مواد غذایی و صفهای طولانی مرغ، اون هم در این وضعیت فوق قرمز کرونایی، قحطی قریب الوقوع در پیشه. این هم یه صفحه دیگه برای یه غرفه دیگه است. سپاه سایبری پاسداران با پخش این بخش از سریال خانه امن در کانال تلگرامی خود عملاً به آدم کشی حکومت در خارج از کشور افتخار کرد. در این سکانس خاوری، مفسد اقتصادی فراری به کانادا، توسط یکی از عوامل وزارت اطلاعات به قتل می رسد.
خاوری دستپخت همین حکومتی است که امثال بابک زنجانی رو نیز پرورانده است و به گفته خودشون فساد در آن حالت سیستماتیک دارد، نه شخصی. بله، سیستماتیک شده فساد در جمهوری اسلامی. امثال بابک زنجانی رو دیدیم، روح الله زم رو الان میخوان اعدام کنن، و فریدون فرخزاد رو داشتیم که در سوگش همچنان نشستیم، و خیلی از عزیزان دیگر رو حتی همین یکی دو ماه پیش در خارج از کشور ترور کردند. و جنایات جمهوری اسلامی دیگه از حد و مرز گذشته، قابل شمارش نیست. با هم ببینیم این گزارش. بهتر از خودت میشناسم. تو کی هستی؟ از کجا زنگ میزنی؟ بهتر بود که میپرسید باها چی کار دارم، به جای اینکه تلفن رو قطع بکنی. بهتره که به حرفان گوش بدی. ببین، نه علاقه دارم بدونم کی هستی، بعدم میخوام حرفاتو گوش کنم. شاید وقتی حرفامو شنیدی برات جالب بشه. من باید پیغام یه بنده خدایی رو به شما بگم و شما مجبوری که به این پیغام گوش کنی. بله، در این فیلم، در این سکانس، جمهوری اسلامی میخواست بگه که در خارج از کشور، در کانادا، اینقدر قدرت داره که میتونه افرادی رو بکشه، و ما همین رو میدونیم. جنایات جمهوری اسلامی در طول این 42 سال بر کسی پوشیده نیست، دوستان خوبم. و مگر در فیلم اینها بروند امثال خاوری ها رو پیدا کنند و هدف قرار بدن؟ در غیر این صورت فکر نمی‌کنم در عالم واقعی کسانی که پورساندشون رو به بیت رهبری پرداخت کرده باشن اساساً گرفتار بشن. و دورانی که اقتصاد ایران چنان رونق داشت که بسیاری از اتباع کشورهای اروپایی، آمریکایی و کانادایی برای کار با خانواده‌های خود راهی ایران می‌شدند، دورانی که هنوز بلا و طاعونی به نام آخوند و ملا در ایران به جان کشور ما نیفتاده بود. و بریم با هم ببینیم که حتی از اسرائیل من هنوز افرادی رو میشناسم که با پدرشون، با مادرشون در سالهای قبل از شورش 57 در ایران بودن. شرکت‌ها و کارخانه‌های بسیاری بود که اسرائیلی‌ها از اینجا میرفتن برای کار کردن و فارسی بلدن. یه روز یه خانومی رو دیدم که گفت من اسرائیلیم ولی به این دلیل فارسی بلدم که سالهای کودکیم رو به خاطر پدر مادرم در ایران گذروندم. و باعث تأسفه که امروز برای هموطن ایرانی ما کار نیست، کارخونه ها برشکسته شدن، تعطیل کردن، خصولتی شدن. با هم ببینیم. از اواسط دهه 40 با بهبودی تدریجی موقعیت اقتصادی ایران، بسیاری از اتباع کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا برای کار با خانواده‌های خود راهی ایران شدند و در شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی و غیر ایرانی در زمینه‌های مختلف مشغول به کار شدند. برای
خارجی هایی که اون روزها به ایران سفر می کردن، ایران کشوری بود با تاریخ و فرهنگ کهن و زیبایی های افسانه‌ای شرقی و در عین حال کشوری مرفه، امن و باثبات که با سرعت به سمت مدرنیزه شدن می رفت. با افزایش قیمت نفت و رشد بی سابقه اقتصادی از اوایل دهه 50 که منجر به کمبود کارشناس و دیگر افراد متخصص شد، موج بزرگتری از نیروی کاری اروپا و آمریکای شمالی عازم ایران شدند. تا جایی که پیش بینی میشد که تا سال 58 تعداد آمریکایی های مقیم ایران به بیش از 50,000 نفر برسد. در سالهای دهه 50 به غیر از توریست های خارجی، دیدن خارجی های مقیم ایران در نقاط مختلف تهران و شهرهای بزرگ دیگر مثل آبادان، شیراز و اصفهان در رستوران ها، خیابان ها و در صف نانوایی ها بسیار عادی بود. چی بودیم و به کجا رسیدیم؟ تصاویری که دیدیم از ایران ما بود، اشتباه نکنید، از گذشته ما بود. و امروز ما 60 میلیون نفر از مردم ایران گرسنه‌اند، زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دلار 30,000 تومان، وحشتناکه. و وقتی که کارگران کارخانه شوش و هفت‌تپه نیشکر میان بیرون و اعتراض می‌کنند به خاطر هموطنانی که در بندند، به خاطر حق و حقوقی که دریافت نکردند، به خاطر مشکلاتی که از عدم توانایی و مدیریت جمهوری اسلامی گریبانگیرشون شده، اون وقت پلیس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که باید مدافع جان مردم باشه، به جان این کارگران میفته و میره در داخل شرکت برای سرکوب تجمع مسالمت‌آمیز این کارگران هفت تپه. همین امروز صبح فرمانده ای آقایون دوزن دولار همه نکرد داخل زندان. حالا که خودش فهمید اینا دوزن، حق داد به کارگر. باز ما این داره فرمانده ای کنیم تصمیم بگیریم تصمیم نکرد از زندان تصدقی آزاد تصدقی میا خودستان برمیگرده رستمی تو زندان. چجوری میشه این آقا شریک هم شما به کارتون برسیم برسیم ما به کارمون میرسیم این کسی که بادم شمار بود آقا این حقوق داد دست در نکنه. چرا حقوق شیش نفره نداره؟ آفرین به این هموطنان کارگری که از دوستانشون حمایت میکنن، دوستانی که برای حق دیگر دوستان جنگیدند و امروز در زندان هستند و حقوقشون هم دریافت نکردند. و کرمانشاه کمبود دارو برای بیماران بستری شده مبتلا به کرونا موجب شکل‌گیری یک تجمع اعتراضی مقابل سازمان غذا و دارو شده. و سرمایه گذاران فانوس ماهیان در روزهای گذشته در اعتراض به بیکار شدن 3,000 نفر ملوان بدون مصوبه قانونی و به باد رفتن سرمایهشون از فراکسیون مجلس و شیلات خواهان پاسخگویی شدند. صاحبان کشتی‌های صیادی تحت تأثیر وعده‌های شیلات ایران با مشقت و کوله‌باری که از بدهی به بانک دارند گرفتارند. پس از تخریب محیط زیست و ذخایر دریا توسط شرکت‌های چینی و رسانه‌ای شدن این جریان در شبکه‌های اجتماعی، صید کشتی‌های چینی برای مدتی متوقف شده. اکنون در ادامه فجایعی که چینی‌ها به بار آوردند، صیادان ایرانی بایستی
تاوان کار اونها رو پس بدن. در این رابطه کمیسیون محیط زیست مجلس و وزیر جهاد کشاورزی صید را تعطیل کردند بدون در نظر گرفتن نابودی و از بین رفتن سرمایه کارآفرینان. گفتنی است که روی هر شناور 50 نفر از سیستان و بلوچستان کار می کردند. با ایجاد شرایط فعلی نزدیک به 3000 ملوان بیکار شدند و این یعنی یک فاجعه. 3000 نفر بیکار شدند. تصور کنین چند تا خانواده نان ندارند، چند تا خانواده به جمع مستضعفین پیوستند. با هم ببینیم. بله، اینجا شبکه‌های اجتماعی دوستان واقعا قدرت دارن. رسانه های مردمی حقیقتاً یک قدرت بی همتایی دارن. یعنی اگر ماها فریاد نمی زدیم، جمهوری اسلامی حالا حالا این کشتی چینی رو، صیادان چینی رو بیرون نمی کرد و حالا راه رو برای همه بسته. زینب برخورداری مثلا استاد دانشگاه دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران، بله ایشون گفته که در احکام اسلامی احقاق حق جنسیتی خانم ها به وفور دیده می شود. از معماری خانه ها به دلیل رعایت نکردن حقوق جنسیتی انتقاد کرده این خانم و گفته که کابینت آشپزخانه ها متناسب با میانگین قد زنان ایرانی نیست و زن را برای دسترسی به وسایل به زحمت می اندازد. آیا وقتی کسی که در دانشگاه الهیات و معارف اسلامی تحصیل کرده باشد درک و شعورش بیشتر از اینه؟ آقا از این خانم چه توقعی دارین؟ از قیافه و شکل و شوایلش پیداست که چقدر عقلش میرسه. یعنی همه مشکلات ما خانم‌های ایرانی رو خلاصه کرده در اندازه کابینت ها. یعنی فقط مشکل ما زنان ایرانی اینه که دستمون نمیرسه از توی کابینت چیزی برداریم. و بچه‌ای که موبایل ندارد باید حضوراً بره مدرسه، اینو وزیر آموزش و پرورش در آخرین صحبتاش امروز که از رسانه صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی پخش شده میگه، در حالی که دولت وظیفه داره تمام مصالحی که بچه‌ها لازم دارن، تمام وسایل ارتباط جمعی که بچه‌ها لازم دارن برای اینکه بتونن به سیستم آموزشی کشور نصب بشن براشون مهیا کنه، ولی این وزیر نالایق آموزش و پرورش میگه هر کسی که پول نداره تلفن همراه بخره و اینترنت تهیه کنه باید بلند شه بره مدرسه. یعنی مناطق محروم که نمیتوانند برای بچه هاشون تلفن همراه بخرن باید بلند شن برن تو کپرا درس بخونن. کرونا هم عددی نیست. اون کسانی که ابزارهای هوشمند نداشتن به جهت اینکه هم تولید این ابزار در کشور به صورت خیلی محدود انجام میشه و امکان وارداتش هم نیست، به سرعت و هزینه های خیلی زیادی هم هست که تو بودجه و هیچ جای پیش بینی نشده که برای این کاری بکنیم، هزینه هاش هم برای کسانی که بخوان بخرن هزینه های سنگینی میشه. ما گفتیم هیچ کسی الزام نداره اگر واقعا در منطقه زندگی میکنه که دسترسی نداره یا ابزار نداره، لزومی نداره که از این ظرفیت استفاده بکنه و از روش های جایگزین استفاده میکنیم. روش جایگزین ما در درجه اول حضوری است، چون تقریبا 35% مدارس ما توی مناطقی است که جمعیت خیلی کمی دارن. مثلا 5000 مدرسه داریم که زیر 5 تا دانش آموز داره و حدود 35% مدرسه. بله دیگه، الان تو این شرایط کرونایی بچه‌ها بلند شدن برن مدرسه چون پول ندارن. و این که
برخی از زنان و دختران ایرانی در کشورهای همسایه و حتی تایلند به تنفروشی و خدمات جنسی مشغول هستند بر کسی پوشیده نیست. بسیار دردناکه. ببینید با ما ملت ایران چه کردند که دختران ما، زنان ما از سر ناچاری دست به تنفروشی میزنند. گزارشی رو بریم بشنویم که در این خصوص صحبت میکنه. آخوند بیناموس مملکت رو به گن کشید، ما هم همچنان سرمون تو لاک خودمونه. به جایی رسیده که توی شبکه‌های اجتماعی زن ایرانی رو تو ترکیه، تو کشورهای اطراف دارن به حراج میذارن. غیرت ایرانی، چه غیرتی داریم؟ دممون گرم. آخوند بینا روزگاری نچندان دور برای از دست در آوردن جنازه زن ایرانی از چنگال ارتش عراق تکاوران ما جان خودشون رو فدا می کردن، اما امروزه چه شده که چشمانمون رو بر روی این همه جنایت بسته ایم؟ غیرت ما کجا رفته؟ در دیسکوها و مراکز ماساژ ترکیه، دبی، گرجستان و دیگر کشورها چه میگذره؟ و خبری در خصوص برگزاری مانور نیروهای هوایی که از امروز آغاز شده، یعنی یک سر و صداهایی کردن جمهوری اسلامی در ایران و فقط هم میدونین که مصرف داخلی داره و اساسا همش بلوفه، یعنی واقعیت نداره، فقط به نام مانور، مانور یعنی همش فقط گفتن مانور. حالا این مانور چیه؟ حریم ولایت. نام مانور هواییشون حریم ولایت، که اصلا تو آسمون ایران که نگاه میکنین خبری از مانور نیست. یعنی بچه های ایران این اطلاعات رو برای ما ارسال کردن و این مانورها اگر واقعا بخواد اجرا بشه با هزینه چند صد میلیون دلاری انجام شدنی است که در این شرایط سخت اقتصادی صرفا فقط صحبتشو میکنن برای خودشیرینی فرماندهان ارشد ارتش در مقابل خامنه‌ای خائن و خبری از مانور نیست. از وضعیت درونی یگان ویژه ناجا چه خبر که برابر اخبار رسیده از منابع خبری در ستاد یگان ویژه ناجا، وضعیت روحی فرماندهان در یگان ویژه به خصوص تهران مناسب نیست و هر لحظه امکان وقوع قیام بزرگ مردمی رو میدن. به همین دلیل و به دستور سردار جنایتکار کرمی در تیپ‌های یگان ویژه گردان‌های مختلف در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و به ضرب و شتم همدیگه می‌پردازند تا مثلا ترس اونها فرو بریزه. اما نکته جالب اینجاست که هیچ گونه خسارتی نسبت به وسایل تحویلی پذیرفته نیست، اما در هر بار اجرای این سناریوی مضحک که سردار کرمی از طریق دوربین‌های مداربسته شاهدان است، علاوه بر خسارت به تجهیزات، مصدوم نیز بر جای می‌گذارد. بله، همدیگر رو به جون هم میندازن برای اینکه ترسشون بریزه. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که امکان زیادی داره که فردا بعد از اینکه نتیجه انتخابات در آمریکا مشخص شد و بعد از اینکه اعلام کردن ترامپ پیروز این انتخابات شده، مردم ایران بیرون بیان و از ترسش ببینین چه کار کرده. هم صحبت از مانور، هم داره نیروهای یگان ویژه شو آماده میکنه، هم هموطن یگان ویژه باید اینو بدونه و فکرشو بکنه که این رژیم رفتنی است. بهتره براتون که بیاین طرف مردم، برادرکشی نکنید، از این حکومت فاسد حمایت نکنید. این حکومت فاسد که دیروز نوید افکاری پویاها و نداها رو کشت، فردا میتونه سر بچه شما رو به باد بده. و مراقب باشید که
فریب جمهوری اسلامی رو نخورید. به دستور شورای عالی امنیت ملی نظام، تهران و چند شهر بزرگ در حالت آماده باش قرار گرفتن. برابر اعلام منابع میهن پرست، نظام فاسد جمهوری اسلامی از ترس اعلام پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و شادی مردم ایران، به نیروهای ناجا در تهران و چند شهر بزرگ اعلام آماده باش در هفته جاری کرده و با تمرکز تا روز پنجشنبه گفته که آماده باش باشند. بله، و همینطور پایه های این نظام فاسد سست و شکننده است، اما دم از اقتدار پوشالی میزنند. و دوستان برای من نوشتن که بانو پریسا، از امروز اینترنت بسیار کند شده، در حدی که فیلتر شکن ها کار نمی کنه و اومدن یه نوع طرح حکومت نظامی رو پیاده کردن در تهران، تهران و چندین استان بزرگ که پلاک های بومی قادر نیستن که از استانی به استان دیگه سفر کنن و محدودیت های ایجاد کردن، اساسا صرفا به دلایل امنیتی ولی به بهانه کرونا، که البته عرض کردم خدمتتون فردا رأس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اسرائیل با مبارز از جان گذشته این سرهنگ عزیز از داخل ایران مصاحبه خواهیم داشت. جایی نرین، با ما باشین که مهمترین خبرها رو فردا از ساعت 5 تا 6 خواهیم داشت و 6 با جناب سرهنگ این مصاحبه رو از ایران خواهیم شنید. و خودکشی یک پرسنل نیروی زمینی ارتش در پادگان بیستون کرمانشاه به خاطر ضعف مالی، که این هم یک خبر بسیار بسیار ناراحت کننده است. خیلی از آیونی که نمیتونن از نظر معیشتی خانوادهشون رو تأمین کنن دست به خودکشی میزنن. این روزها آمار خودکشی در ایران بسیار بالا رفته. بریم صحبتهای یک آخوند دلغک نما رو، فکر میکنم فاملیش دانشمند باشه، یه مدت عمامهش رو بر میداره، لاتولوت میشه، یه موقع عمامه میذاره. این آقا از محرم و نامحرم در جامعه صحبت کرده، ولی به نظر من، به عقیده من، شما آخوندان نامحرمین در ایران. ما ایرانی ها همگی خواهر برادریم و اگر نسل این آخونده از ایران برداشته بشه هممون با هم محارم زنا بقال محله مالا سوپری محله محرمه، چون به همه شیر میده. قربونت برم، شیر میده، شیری گاو. ما یه تو دانشگاه محارم ها میگفتیم، بعد یه خانم از دانشجو آمد گفت حاج آقا ببخشید پسرمو و پسر خاله و اینا نامحرمه. بودم چطور؟ گفت کی تا حالا؟ بودم یه دو سه هفته است. الان شما نگاه کنین، ترامپ دیوانه، دیوونه نی؟ به قول اسپانیا دیونه. یکی از این حضرات گفته بود این ترام اگه راست میگه نگذره دلار خودش بره بالا. خب ببخشید شما هم دیونه بشید، تو منو ببرید بالا، یه عاقلیتون ما رو کشت. بسته شما هم یه چهار رو دیونه شید. چطور ما برای فوتبال میریم مربی میگیریم، خب چهار تا مدیرم از ژاپن بیه، چطور میشه؟ شما مدیریت کردید بستونه، انشالله برید استراحت کنید، خدا خیرتون بده انشالله، علی برکت الله. سپاس از دوستان و عزیزانی که این گزارش ها رو برای ما ارسال میکنن. و تجمع اعتراضی زنان چابهاری مقابل فرمانداری به دلیل تخریب منازل مسکونی اونها توسط سازمانهای دولتی. زنان بلوچ در اعتراض به تخریب منازل مسکونیشون توسط نیروهای امنیتی مقابل فرمانداری تجمع کردند. یک منبع مطلع در این مورد گفت ماموران امنیتی با استفاده از لودر مناظر رو به همراه اسباب و اساسیه اون به طور کامل تخریب کردن. حدود 10 تا منظر رو یک جا ویرانه کردن و هر کسی هم خواسته
بیاد و مانع بشه با شوکر برقی و یا کتک زدن اون رو از پا در آوردن، برای هموار کردن زمین به داخل رودخانه هدایت کردند. یعنی ببینید که جمهوری اسلامی در یکی از این تصاویر منتشر شده یکی از زنان بلوچ میگفت که حتی اسرائیل با فلسطینی ها چنین نکرده که خونه هاشون رو بدین شکل تخریب کنه و به کدامین جرم خانه های بلوچ رو خراب میکنید. و پهلوی ستیزی در وجود آخوندهای ایران اصلا نهادینه شده. خامنه ای که یکی از نزدیکترین محافظهاش رو به خاطر صحبت در مورد پادشاهان ایران و کوروش کبیر از کار اخراج کرده. ببینین که اینها چقدر از پادشاهان افتخارآفرین ایران میترسن. نبی مکرم اسلام شمشیری در دست دارن، خطاب به این همه جمعیت کردن، فرمودن کی حاضره که این شمشیر رو از من بگیرد و سر محمد رضای پهلوی رو بزند. دیدم از این جمعیت هیچ کسی لبیک نگفت. ناگهان صفها باز شد، این جمعیت دیدیم کوچه باز کردن، یک کسی داره میاد به طرف پیغمبر، آمد وسط این میدان، دیدیم روح الله موسوی الخمینی است. نبی مکرم اسلام شمشیر رو دادن به دست امام، امام شمشیر رو بلند کرد، گردن شاه رو زد و دیدیم بدن بی سر شاه با امام گلاویز شد. امام دست برد امعا و احشاش و رخت ریخ بیرون و انداختش اون طرف. بله، نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم و من همش دارم فکر میکنم اون احمقهایی که پای منبر این آخوندا میشینن دیگه چقدر نادانند. بله، نمیخوام زبان خودم رو کثیف کنم. و شیرین نجفی، دوباره جمهوری اسلامی، در کانال 23، در برنامه 23 از صدا و سیمای ملی یک گزارشی رو پخش کرده راجب شیرین نجفی که کجاست، زنی که باعث شد روح الله زم بله برگرده بره عراق و با مسئولیت خودش در دام جمهوری اسلامی بیفته، گویا پای شیرین نجفی در میانه. و گفتن که این خانم شیرین نجفی تمام این کارها رو زیر نظر وزارت اطلاعات از داخل ایران انجام داده و همکنون هم در زندان جمهوری اسلامی گرفتاره. متقاعد شد بدون حفاظت و با مسئولیت خودش فرانسه رو ترک بکنه و به عراق بره. شبکه بی بی سی فارسی مستندی را درباره نحوه روبوده شدن روح الله زم مؤسس کانال تلگرامی و سایت آمد نیوز منتشر کرده است که تئوری همکاری شیرین نجفی از ادمین‌های آمد نیوز با سازمان اطلاعات سپاه برای کشاندن روح الله زم به عراق و بازداشت و انتقالش به ایران را تایید می‌کند. ژیار گل خبرنگار بی بی سی در این گزارش گفته تلاش‌هایش برای یافتن شیرین نجفی بی نتیجه مانده، اما یکی از نزدیکان شیرین نجفی به او گفته که شیرین هنگامی که روح الله زم می‌خواست به عراق سفر کند در ایران در بازداشت اطلاعات سپاه بوده و تمام قرار و مدارهایش با روح الله زم را هم از همان بازداشتگاه انجام می‌داده. یکی از نزدیکان ایشون به ما گفت که شیرین نجفی در ایران بوده، در تمام اون مدت ها در ایران بوده و همکنون در زندان به سر میبره و در حقیقت تمام اون مصاحبه هایی هم که انجام داده و صحبت هایی هم که با روح لازم قبل از روبود شدنش انجام داده بود در یکی از اتاق های سازمان اطلاعات سپاه بوده. اینجا خیلی دوست دارم خانم نجفی به لطف بکنن دوربین رو برگردن اون برای اتاق رو ما ببینیم، به این خاطر که حداقل دو روایت وجود داره. به آقای مازیار مدیر فنی آمد نیوز دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون لس آنجلسی گفت که ایشون بازداشت شده. در مورد خانم شیرین نجفی ما میدونیم حدود یک ماه پیش سایت مشرق نیوز خبر بازداشت ایشون رو زد، حدود 6 ساعت بعد این خبر رو حذف کرد. به حال شما مطلع هستید که این شایعه هست که احتمال داره خانم نجفی همین الان در بازداشت نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه باشه و این هم بخشی از پروسه
بازداشت آقای روحانی زن باشه. من جایی که هستم آقای مهدوی آزاد اینجا مهمانم و من بازداشت نشدم، چون اگر بازداشت می‌شدم مرتب با دوستانم صحبت نمی‌کردم. من حتی آخری بار در ترکیه بودم و با دوستانی که در ترکیه بودم کاملا مطلع هستن. به خاطر حریم شخصی که من جایی هستم من نمیتونم تصویر بدم. ژیارگل در مستندش همچنین تصویری از اسکناس‌های 500 یورویی را نشان داد که ظاهراً شیرین نجفی برای روح الله زم فرستاده تا او باور کند آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شیعه در عراق حاضر است حامی مالی زم برای تأسیس یک شبکه تلویزیونی شود. در عراق شیرین نجفی عکس 500 یورویی برای روح الله می‌فرستد. او می‌گوید روح الله خودش باید به آنجا برود. او باید درباره راه اندازی تلویزیون به بیت او توضیح بدهد. نکته جدید دیگری که در گزارش بی بی سی مطرح شده احتمال همکاری دولت عراق با سپاه برای به تله انداختن روح الله زم است. گزارشگر بی بی سی میگوید دیپلمات‌های ارشد سفارت عراق در پاریس از جمله سفیر این کشور حاضر شدند تا بعد از پایان وقت اداری در سفارت بمانند تا روح الله زم بتوانند برای دریافت ویزا به آنجا مراجعه کنند. بله، حالا خدا میدونه دیگه این بار نقشه جمهوری اسلامی چیه. یه دفعه میگه میخواییم روح الله زم رو اعدام کنیم، یه دفعه آیت الله سیستانی میره تقاضا میکنه از خامنه ای که اعدام نکنین، یه دفعه اینجوریه، یه دفعه اسم شیرین نجفی رو میارن. برحال قضاوت با شما دوستان عزیز. و در قسمت پایانی برنامه برای شما نازنینان پیک سلامتی در نظر گرفتم که جایی نریم، با ما باشیم. بعد از پیک سلامتی برمیگردم با دوست و همکار عزیزم جناب آقای کامران با شما خواهیم بود. در ادامه برنامه با ما بمانید. ما تو کسایی که بیماری زمینه‌ای ندارن و سیستم ایمنی قوی دارن خیالمون راحته که این بیماری رو طی میکنن، نهایتا مثل علائم سم و خوردگی. ولی اون چه که ما رو مطمئن میکنه که شما این دوره رو راحت طی میکنی بدون آسیب سیستم ایمنی شماست. یکی از مهمترین چیزایی که سیستم ایمنی شما رو ضعیف میکنه استرسه. پس استرس نداشته باش. استرس سیستم ایمنی شما رو ضعیف میکنه، چیزی که ما به خاطر اونه که خیالمون از بابت شما راحته. کارهایی که میگم از این داروهایی که برات مینویسم مهمتر. اولا که این بیماری دارو نداره، یعنی دو هفته دوره تقریبا دو الی سه هفتهشو طی میکنه و ریکاوری میشی. داروها رو مینویسم به چهار علت. یک، این دوره رو زودتر طی کنی. دو، این دوره رو راحت‌تر طی کنی. سه، ریسک انتقال این بیماری رو به اطرافیانت کم کنی. چهار، عفونت ثانویه رو این وضعیتی که داری سوار نشه. پس هیچ کدوم از اینا داروی این بیماری نیست. کارهایی که میکنی از این داروها مهمتره. استراحت میکنی، فقط میگیری میخوابی. مطلق فقط میگیری میخوابی. مایعات فراوان میخوری. چه مایعاتی؟ این چهار تا مایه. آب میخوری، آب میوه طبیعی میخوری، چای کمرنگ بدون قند میخوری، دوغ خونگی میخوری، آب و نمک و ماست و قاطی میکنی میخوری. شیر نمیخوری مطلقا، شیر کاکائو نمیخوری، سنیج، ساندیس، چای نبات، نبات داغ نمیخوری. چیزای شیرین سیستم ایمنی شما رو ضعیف میکنه. غذاهایی که میخوری کم حجم، کم چرب، کم ادویه. شما احتمالاً تو سیر بیماری بی اشتها میشی، بی میل میشی، دوست نداری چیزی بخوری. تلاش نمیکنی به این بی میلی غلبه کنی، هی دور و بری بگی این چیزی بخور ضعیف شدی. هر چی این شکم رو سبکتر نگه داری این دوره زودتر طی میشه. غذا خاصی بخوری، سوپ ساده کتماس، دو قاشق خوردی میل نداشتی ادامه نمیدی. رو چی پافشاری میکنی حتی اگه میل نداشتی؟ اون چهار تا مایه‌ای که بهت گفتم، آب میوه طبیعی، چای کمرنگ بدون قند، دوغ خونگی. اتاق محل استراحت تو از بقیه جدا میکنی، سرویس بهداشتیت رو جدا میکنی. هوای محل استراحت تهویه داشته باشه، خنک باشه، ولی در معرض باد مستقیم کولر قرار نمیگیری. ولی اگه خواست کولر کار کنه کار کنه، ولی تو در معرض باد مستقیم کولر قرار نمیگیری. این که تو رو بخوایم جدا کنیم از این خانواده یه استرس بیشتری به تو و خانواده وارد کنیم نیست. همچین چیزی تو تو اون خونه هستی، نهایتا محل استراحت جداست. میتونی تو جمعاشون حاضر بشی با فاصله اجتماعی لازم و ماسک، یعنی یه جوری که با ترشحات و تنفس شما در تماس نباشن، و اینا میتونی بیای زندگیت هم بکنی، رفت آمدت هم بکنی. از مواجهه با موادی که آلرژنه مثل ضد عفونی کننده ها، شوینده ها، گل، اسپری، عطر، حیوان خونگی، ترشیجات، تندیجات، خربزه، انار، انگور خودداری میکنی. هر چیزی که بخواد علائم تنفسی شما رو تشدید کنه، با اینها مقابله مواجهه نداری. خب این بیماری به طور متوسط دو هفته زمان میبره
اگر دیدی که سه تا علامت هشدار، اولا که وقتی 8 9 روز گذشته تو دیگه وضعیت بدتر از این نخواهد شد، ولی اگه این سه تا علامت رو با هم داشتی به ما مراجعه می‌کنی. تب، سرفه خشک قطاری، تب بالای 37.5 دیگه، تب، سرفه خشک قطاری که کارت رو به تنگی نفس بکشونه. این سه تا علامت با هم نشون دهنده اینه که شما نیاز به مداخله درمانی ما داری. در غیر این صورت در حین این بیماری انواع و اقسام علائم رو تو امکان داره تجربه کنی، حتی همین سه تا علامت رو جدا جدا تجربه کنی، دو تاشو با هم تجربه کنی، ولی با من کاری نداری، خودت خونه مدیریتش میکنی و ان شاءالله این دوره بگذره. بله، صحبت های یکی از پزشکای شرافتمند ایران بود که با هم شنیدیم در خصوص بیماری ویروسی کرونا که امروز جان خیلی از هموطنان ما رو گرفته و شوربختانه هر روز خبرهای بدی از داخل ایران میشنویم در همین باب، که امیدوارم همگی شما در صحت و سلامت باشین هر جای دنیا که هستید و صدای منو میشنوید مراقب خودتون باشید. برمیگردیم با دوست و همکار عزیزم آقای کامران، ساعتی رو گفتگوی صمیمی خودمونی بی پرده خواهیم داشت، با ما باشید. ماه و پروانه مکدر شدم، گلهای وطن یک سر پرپر شدم، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدم. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدم. دیروز به دنبال کرامت بودم، درود دوستان، پریسا هستم. بعد از فرارم از ایران و مبارزه با بیماری سرطان به این نتیجه رسیدم که در این دنیا مسئولیتی دارم. با همکاری تنی چند از دوستان ایرانی اسرائیلی تلویزیون پارس اسرائیل رو تأسیس کردیم، اولین رسانه 24 ساعته که یکی از تعهداتش اینه که امین و مردمی باشه. این رسانه ملی وابسته به هیچ دولتی، گروهی یا حزبی نیست و کاملا مستقل در راستای حمایت از حقوق جامعه ایرانیان سعی داره صدای بی صدایان باشه و دقیقاً به همین دلیلی که مشارکت شما رو میطلبه. میتوانید حمایت مالیتون رو از طریق پیپل که در این سایت قرار داره واریز کنید. کافیه روی کلمه دونیت فشار دهید و یا با من پریسا تماس حاصل کنید. ضمناً آماده پذیرش آگهی تبلیغاتی شما نیز هستیم. شماره تماس من 2972502021813. 11 روز از آبان ماه گذشته، ماهی که حالا دیگر برای بسیاری از ایرانیان با خاطرات تلخ و دردناکی همراه شده است. در آخرین دقایق شامگاه 23 آبان سال گذشته خبری اعلام شد که زمین لرزه بزرگی در فضای سیاسی اجتماعی کشور پدید آورد. اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای از قرار هر لیتر 1500 تومان خواهد بود. قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای از قرار هر لیتر 3000 تومان خواهد بود. پس از این خبر اعتراض به گرانی بنزین جرقه‌ای شد برای گسترش اعتراضات دیگر به شهرهای کوچک و بزرگ کشور، قطعی اینترنت و سرکوب شدید معترضان. به دلیل قطع گسترده اینترنت، کشتار صدها نفر و دستگیری هزاران نفر دیگر، هنوز کسی به درستی نمی‌داند که در روزهای آخر آبان 98 در خیابان‌های ایران چه گذشته است. خبرگزاری رویترز تعداد کشته‌ها را در حدود 1500 نفر برآورد کرد و وزیر کشور در پاسخ به اینکه
چرا به سر معترضان شلیک کرده اید، گفت به پا هم زده اند. در این میان روایت یکی از فرمانداران او خشم و انزجار بسیاری از مردم را برانگیخت. لیلا واثقی فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان در استان تهران که در مصاحبه با خبرگزاری ایران به سادگی اعتراف کرد که دستور شلیک به معترضان را صادر کرده است. 5 نفر یا 6 نفر اینجا بیشتر نبودن، به جای اینکه جلوی در وایسن وقتی دیدن جمعیت با مثلا خشم اومدن، ترسیدن اومدن سمت عقبتر جلوی در به ساختمون اومدن و اونها در رو شکوندن، داخل شدن، لباسش رو همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیروی انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم، من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم. و جالبتر اینه که من از صبح اون روز، حالا و در سالگرد آبان خونین و پرماجرا بار دیگر نام لیلا واثقی شنیده می شود. حبیب رستمی فعال سیاسی در آستانه ورود به آبان از رویارویی با لیلا واثقی در آسانسور گفت و نوشت: به طور اتفاقی در آسانسور با هم پایین می آمدیم. از خانم فرماندار که آبان 98 گفته بود من دستور شلیک دادم، پرسیدم آبان نزدیک است، چه احساسی داری؟ به گفته ی حبیب رستمی، لیلا واثقی با وقاحت با دستش ادای شلیک درآورد. در آن حالت هم به سر شلیک کرد. یک نفر دیگر هم این روزها از لیلا واثقی حرف زده است. معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت حسن روحانی، در گفتگو با وبسایت جماران در پاسخ به پرسشی درباره ماجرای دستور شلیک از جانب فرماندار شهر قدس گفت: جنجال آفرینی ها جمله و موقعیت را از واقعیت خارج می کنند. اولا من قبل از آن بازدید کرده و این خانم را دیده بودم. زن بسیار توانمند و با شخصیتی بود. ابتکار با طرح این ادعا که در جریان اعتراضات مردمی در شهر قدس ادعی مردم معترض و یک ادعی محدودی افراد مسلح تروریست بودند که به اسلحه خانه و مرکز دفاع شهری حمله کرده بودند گفت: فرمانداری مرکز دفاع شهری و فرماندار مسئول امنیت میلیون ها نفر است. سلاح‌های آن منطقه داشت دست تروریست ها می افتاد. ایشان باید می خندید و مصالحه می کرد. معصومه ابتکار در حالی صحبت از وجود اسلحه در فرمانداری شهر قدس به میان می آورد و از تروریست های مسلحی می گوید که در جستجوی اسلحه به این فرمانداری حمله کرده بودند، که روز 12 آذر 98 انوشیروان بندپی استاندار تهران اعلام کرد که اصولاً در فرمانداری اسلحه‌ای وجود نداشته که بخواهند از آن استفاده کنند و به معترضان شلیک کنند. به گزارش دیدار نیوز، استاندار استان تهران به خبرنگاران گفت منظور ایشان این بوده که هر کسی وارد فرمانداری شد با استفاده از ابزار فیزیکی با آنها مقابله کند. او تاکید کرد که در فرمانداری هیچ گونه اسلحه‌ای وجود ندارد که بخواهند از آن استفاده کنند. نگاهی به بازخورد حرف‌های معصومه ابتکار نشان می‌دهد که او با این حرف‌ها داغ بسیاری از مردم را تازه کرده است. مردمی که رنجیده خاطر از تروریست خواندن معترضین به او گفتند یک روزی هم نوبت ما می‌شود، اما قرار نیست اعدام کنیم. تک تک باید محاکمه شوید و جواب تمام رنج‌ها و درد‌های مردم را بدهید. حمایت معصومه ابتکار از فرماندار شهر قدس همزمان شده است با گزارش جنجالی شبکه من و تو از آقازاده های جمهوری اسلامی. این گزارش که بر اساس اطلاعات صفحه اینستاگرامی بچه پولدارهای تهران ساخته شده، بخشی از زندگی لاکچری فرزندان انقلابیون 57 را به تصویر می کشد که پدران و مادرانشان اکنون از مقامات و مسئولین حکومتی هستند. گفتمان انقلابی آمریکا ستیزانه و ساده زیستی را تبلیغ می کنند، اما فرزندان خود را برای زندگی، تحصیل و تفریح به اروپا و آمریکا می فرستند. صفحه من و تو خبر درباره معصومه ابتکار به نقل از صفحه بچه پولدارهای تهران نوشته:
مادری که دستاوردهای انقلاب جمهوری اسلامی را ستایش می کند و بی اخلاقی در ایالات متحده را مورد حمله قرار می دهد، همزمان فرزندان خود را برای زندگی بهتر و تحصیلات به آمریکا می فرستد. معصومه ابتکار که امروز از فرماندار شهر قدس دفاع می کند، دیروز وقتی در حادثه گروگانگیری از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفت و به اتفاق دوستانش سرنوشت ایرانیان را به کلی دگرگون کرد، آنجا هم از کشتن دفاع کرد و بی‌ذره‌ای تزلزل در صدایش گفت حاضر است در صورت حمله آمریکا به سفارت برای آزادی گروگان‌ها خود شخصا آنها را بکشد. Turn this country into a ruin. And of course, do the American people, do the Western people know this? No. And of course they don't understand then what happens. You said at the press conference the other day, you said yourself that if there was an attack on this embassy, that you would destroy the hostages. Could you really do that? Yes, we mean it. Could you personally lift up a gun? Yes. And put it to the head of one of these people and kill him? Yes, when I have seen a gun being lifted up, an American machine gun being lifted up and killing my sisters and brothers in the streets. Of course, oppression and tyranny must be destroyed. What about the question of what is going to happen to the hostages now? I mean, it's been said that there's going to be a trial. Do you want these people to go on trial? Yes, these people, if the Shah is not returned. And but he's not going to be returned, is he? Do you really believe that he'll be returned? Yeah, we believe they should return him. پرسش بزرگ برای بسیاری از ایرانیان این است که وقتی خواهر مری جوان حاضر بود به سادگی به مغز کارمندان سفارت آمریکا شلیک کند، صرفاً با این توجیه که مسلسل‌های ساخت آمریکا به گفته او خواهران و برادرانش را در خیابان‌های ایران کشته بودند، چطور حالا مردم معترض را تروریست‌های مسلحی می‌داند که باید به آنها شلیک می‌شد و در برابر انتقادات به اقامت پسرش در آمریکا میگوید فرزندان متفاوت با پدران و مادرانشان میاندیشند. خانم ابتکار که ابتدای انقلاب جزء دانشجویان پیرو خط امام بوده و سابقش مشخصه و خواهر مری هم بهش میگفتن، چرا الان پسرش تو آمریکا درس میخونه و زندگی میکنه؟ فکر نمیکنم مقایسه‌ای داشته باشه. ممکنه فرزندان اولا متفاوته با نسل قبل خودشون، متفاوت نه لزوما در مقایرت میاندیشن. ضمن این که من پدرم آمریکا درس خونده بود، منم 6 سال آمریکا درس خونده بودم دوره بچگیمون. پرسش دیگر این است که چطور جهان غرب این سابقه خواهر مری را فراموش کرده است و ایالات متحده که سالهاست ایران را به دلیل اقدام تروریستی نیلوفر ابتکار دیروز با تحریم‌های گسترده مجازات می‌کند، چطور به فرزندان او و بسیاری دیگر از سران جمهوری اسلامی به راحتی اجازه ورود می‌دهد، در حالی که درخواست‌های بسیاری از مردم عادی برای ورود به خاک این کشور بی هیچ دلیلی رد می‌شود. داستان جالب معصومه ابتکار به همینجا محدود نمی شود. چند سال پیش جنجال بر سر ممنوع کردن بنزین پتروشیمی و واردات بنزین با کیفیت سبب شد تا نام سید محمد هاشمی، همسر معصومه ابتکار، مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد. صحبتی شد که آقا این بنزین هایی که تولید می کنن بنزین های آلوده است، تحت عنوان بنزین های پتروشیمی، که کمیسیون عصر 90 هم وارد شد. بعد از چندین ماه به این نتیجه رسید که نه، این فقط یه کار رسانه‌ای و تبلیغاتی بوده. این موضوع باعث شد که ما 8 میلیارد بیش از 8 میلیارد بنزین وارد بکنیم. همین صحبت وزارت نفت رو داشتیم که این روی کرده در پیش گرفت که آقای بنزین ها آلوده هستن. وقتی شخص آقای وزیر میان میگن که این بنزین ها آلوده هستن، دیگه از بنده کارشناس کسی قبول نمیکنه که آلوده نیست. دو، از اون طرف هم خانم ابتکار محیط زیست اومدن گفتن که آقا نه خیر، مردم داره خفه میشه و الی آخر. دو تا مقام مسئول اومدن این حرف زدن، در صورتی که این باید یک کار کارشناسی میشد. گزارش کارشناسی که میمد بیرون آلودگی رو در میآوردیم و بعد هم شما میرفتید بدل آلودگی رو میزنید، یه کاری میکردید آلودگی از پیش، نه که مسئولیت مسئله رزش پاک بکنید. بعد هم که گزارش مشخصه، صحبت من هم نیست، مستنداتش هم هست، کمیسیون اصل 90 هم هست که این آلودگی ناشی از این نبود.
این باعث شد ما 8 میلیارد ارز از کشور خارج کردیم. ارز بنده رو بگیرید، گاهی اوقات شما معادل ریالیش مصرف میکنیم، خب ریال داخلی را، ولی ارز ما برداشتیم. زوایای تاریک فعالیت‌های همسر خواهر مری سابق آنقدر گسترده است که رسانه‌ها در ایران نتوانستند با یکی دو مصاحبه مطبوعاتی از آنها پرده بردارند. سید محمد هاشمی در گفتگو با ایلنا در شهریور 94 خویشاوندی خود را با خانواده هاشمی رفسنجانی، رانت گرفتن از دولت، دست داشتن